سلام، توی ویدیوهای هفته‌های گذشته که در مورد OBS ضبط کردم یه موضوعی تو دو تا ویدیو گفتم، اینه که حتما باید ویدیوتون رو فرمت MKV ضبط کنید، بعداً به MP4 تبدیل بکنید. واسه کسانی که میخوان چه ویدیو آموزشی ضبط کنن چه گیم پلی ضبط کنن با OBS، چرا باید MKV ضبط کنید و MP4 ضبط نکنید؟ چون داخل خود نرم افزار OBS شما میتونید تنظیماتو بذارید روی MP4، ولی اگر با MKV ضبط کنید، موقعی که میخواید داخل نرم افزار پریمیر لود بکنید ویدیوتو، یه پیغام خطا میده که این فرمت رو من پشتیبانی نمی کنم. خب اگر پشتیبانی نمی کنه چرا پیش‌فرض گذاشتن روی MKV؟ خب دلیل داره، بی دلیل این کار رو نکردن. اگه میخوای دلیلش رو بدونی ادامه ویدیو رو با من همراه باش. امیر عباس هستم و شما که از ویدیو کانال اسکیل وید رو میبینید، اگر از ویدیو من خوشتون میاد و میخواد آموزش بعدی ما از دست ندید، تو کانال سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو بزنید. بعضی از ویدیو کوتاه رو تصمیم دادم داخل پیج اینستاگرام هم بذارم، اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم فالو بکنید. اگر ویدیو من رو دیدید و خوشتون اومد لایک برام بزنید و یه سوالی در ادامه ازتون میپرسم، اگر دوست دارید کامنتتون به قید قرعه انتخاب بشه و داخل ویدیو نمایش داده بشه، سوالی که پرسیدم رو ببینید و جوابش رو تو کامنت ها بنویسید. 10 تا رو قید قرعه انتخاب میکنم تو ویدیو بعدی نمایش میدم و اگر اون 10 دوستی که کامنتشون انتخاب شده کانالم داشته باشه و کانالشون حداقل 3 تا ویدیو داشته باشه، به مدت 1 هفته لینک کانالشون تو دیسکریپشن ویدیو بعدی قرار میگیره. حالا بریم سراغ بحثمون که چرا باید MKV ضبط کنیم. OBS همونطور که بهتون گفتم توی تنظیماتش MP4 هم داره، پس چرا پیش‌فرض گذاشتن روی MKV؟ دلیل داره این کار. دلیلش هم این هستش که MKV یه فرقی با MP4 داره. MP4 یه نقصی داره. نقصش چیه؟ شما موقعی که با فرمت MP4 ویدیو ضبط میکنی، حتما باید ویدیوت فاینالایز بشه تا فایلت روی هارد نوشته بشه، روی سیستمت نوشته بشه. اگر وسط این پروسه هر اتفاقی بیفته که فایل شما فاینالایز نشه، یعنی نهایی نشه، بسته نشه فایل شما، فایلتون غیر قابل استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما داری ویدیو آموزشی ضبط میکنی، یه دفعه وسطش نرم افزار پریمیر کرش میکنه، مجبور میشی سیستمت رو ریستارت کنی. اگر 20 دقیقه آموزش ضبط کردی، تا اون لحظه ای که سیستم کرش کرده همش از بین میره. اگر داری گیم پلی ضبط میکنی که خب زیاد اتفاق میفته، یه دفعه وسط بازی گیم کرش میکنه، مجبور سیستم رو ریستارت کنی. این اتفاق بیفته 40 دقیقه گیم پلی ضبط کردی، تا اون لحظه ای که ضبط کردی همش از بین میره. چون MP4 اینجوری کار میکنه. MP4 و MKV رو اصطلاحا بهش میگن فرمت های کانتینر، یعنی مثل یه ظرف میمونه که داخلش دوتا فرمته، یه فرمت صوتی و یه فرمت تصویری کنار هم قرار میگیره. به عنوان مثال شما موقعی که از MP4 استفاده میکنی، عموما فرمت تصویرت H264 و فرمت صوتت AAC، یعنی با این دوتا فرمت فشرده ساز صوت و تصویر کنار هم قرار میگیرن داخل یه ظرفی که اسمش MP4. MKV هم دقیقاً همین جوریه، یعنی دوتا فرمت صوتی و تصویری کنار هم قرار میگیرن. فقط فرقش اینه که MKV لحظه به لحظه اطلاعات رو روی درایو شما مینویسه. یعنی اگه شما گیم پلی ضبط کنی، مثلا 40 دقیقه بعد نرم افزارت کرش بکنه، دوباره می از بقیه‌اش بازی میکنی، اون 40 دقیقه قبلت از بین نمیره. فقط بدیش اینه که MKV رو نرم افزارهای مثل پریمیر پشتیبانی نمیکنن، فایلت رو نمیتونی ایمپورت بکنی. یه راهش چیه؟ که بیا از نرم افزاری مثل هند بریک استفاده بکنی، فایلت رو بندازی داخل نرم افزار هند بریک و تبدیلش کنی به فرمت MP4. که من برای نرم افزار هند بریک یه ویدیو قبلا ضبط کردم که چجوری میشه این کار رو انجام داد، میتونید از اون آموزش استفاده بکنید. ولی این کار یه نقصی هم داره، ویدیو شما یه افت کیفیتی هم پیدا میکنه، چون یه ویدیو تو یه بار دیگه شما تبدیل میکنی به فرمت MP4. این فرمت ها اصلا بهشون میگن فرمت های لاسی، یعنی که تو هر فرایند تبدیل ویدیو از این فرمت به اون فرمت، بخشی از کیفیت تصویر از بین میره. مثلا مارکوس برانلی یه ویدیو قبلا ضبط کرده که 1000 بار یه ویدیو رو به یوتیوب آپلود میکنه، دوباره از یوتیوب دانلود میکنه، دوباره آپلود میکنه. یوتیوب مکانیزم فشرده سازی به همین شکل داره. هر سری که شما این کار انجام بدی، بخشی از کیفیت تصویرت از بین میره. اگه بری اون ویدیو رو نگاه بکنی، کیفیت ویدیو افت وحشتناک پیدا کرده بعد از 1000 بار آپلود شدن. ما میخوایم همون یه ذره کیفیت هم از دست ندیم. چیکار میکنیم؟ به جای اینکه بیایم ویدیومونو کانورت کنیم به یه فرمت دیگه که معمولا خیلی هم طول میکشه، میایم فقط ظرفش رو عوض میکنیم. یعنی میگیم که آقا محتوا رو دست نزن، این صوت تصویر باشه، ظرفش رو از زیرش بردار، ظرف MKV رو ظرف MP4 بذار جاش. اینو چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ اصلا به این فرایند میگن ریماکس کردن. خود OBS همین قابلیت داره، الان نشونتون میدم. یه دقیقه بیشتر هم زمان نمیبره، نهایت 1 دقیقه از شما زمان میگیره. خب OBS رو شما باز میکنید، ببینید الان من یه گیم پلی اینجا گذاشتم، فرمتش MKV هستش. اینجا منوی فایل رو باز میکنید، گزینه ریماکس داریم، ریماکس ریکوردینگ، این رو میزنید، روی این سه تا نقطه میزنید، میگه فایلی که ضبط کردی کجا هست. من مثلا میزنم روی دسکتاپ،
میگم این فایل اینجا انتخابش میکنم، میگه همون تو همون مسیر بنویسم. شما میتونی اینم میتونی عوضش کنی، میگه جای دیگه بنویس، ولی کنار همین مینویسه. گزینه ریمارکس رو میذارم، ببینید این خطه میاد پر میشه، همین تموم شد. الان این فایلی که اینجا ساخته شده عین همون فایل مونتا با فرمت MP4. حالا اجازه بدید پریمیر رو باز کنم. خب اگه من اینجا گزینه ایمپورت رو بزنم، چون فایل MP4 رو که روی دسکتاپم هست، ببینید الان من روی دسکتاپم فایل MP4 دارم دیگه، MKV رو نمیشناسه. اگرم بخواید ایمپورتش کنید پیغام خطا میده، میگه من این فرمت رو شناسایی نمیکنم، ولی این فرمت رو راحت شناسایی میکنه. حالا MP4ی که ساختیم رو میزنم، خیلی راحت میاره توی تایملاینم، بعد میندازمش توی تایملاین و میتونم عقب جلو بکنم. این همون چیزی هستش که باهاش ویدیوی قبلیم رو ضبط کردم. MP4 خیلی راحتم میتونید شما این کار انجام بدید. سخت بود، خیلی هم راحته، یعنی کل پروسه کانورت کردنش هم یک دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه، به نسبتی که بخواید از هند بریک استفاده کنید شاید 2 ساعت طول بکشه، مثلا 1 ساعت گیم پلی شما 2 ساعت طول میکشه کانورت بشه، ولی اینجوری مثلا در یک دو دقیقه شما میتونید از MKV به MP4 تبدیلش کنید. خب اینم آموزشمون بود. حالا بریم با هم دیگه کامنت بچه‌ها رو ببینیم. خب کامنت بچه‌ها رو با هم دیگه دیدیم. حالا یه سوالی از شما دارم که این سوال اگر جواب بدید و تگ اسکیل بیت کیو ای رو بزنید، امکان داره کامنتتون انتخاب بشه و توی ویدیو بعدی نمایش داده بشه. سوال من این هستش که بین تمام آموزش‌هایی که در مورد OBS من داخل کانال گذاشتم، کدومش از همه براتون جذاب‌تر بوده؟ اون رو مطرح بکنید که من یه ایده‌ای داشته باشم چه مباحثی از OBS تو کانال من محبوب‌تره. این رو اگر بنویسید و تگ اسکیل بیت کیو ای رو بزنید، من میتونم راحت فیلتر بکنم و 10 تا کامنت رو انتخاب بکنم برای نمایش توی ویدیوی بعدی. خب اگر ویدیو منو میپسندید تو کانال سابسکرایب بکنید و الان زنگوله رو بزنید. حالا دو تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم از محتوای این ویدیو نزدیکه. اگر دوست داشته باشید به عنوان ویدیو بعدی میتونید یکی از این ویدیوها رو ببینید. ممنون از وقتی گذاشتید. منتظر ویدیو بعدی باشید. خدا نگهدار.